سال 2009 بود که برای کنفرانس من اومدم اینجا و بعد از انتخابات اتفاقایی که افتاد و خیلی از دوستام رو گرفتن و خیلی فعالیت سیاسی رو گرفتن دیگه امکان برگشتن برای من به ایران وجود نداشت و در آلمان موندم. ابتدای سال 2010 بود که من کارم با دویچه وله شروع کردم روی پروژه‌ای که برای سایبر اسپیس بود و کمک به کاربرای ایرانی که بتونن بهتر از اینترنت و سوشال نتورک ها استفاده کنن برای فعالیت هاشون، برای حقوق بشر یا فعالیت های مدنی. بزرگترین مشکلی که الان تو ایران وجود داره فکر میکنم مسئله اقتصادیه، اون چیزی که برای همه مردم عمومیت داره و بحث تحریم ها و تعامل با غرب برای پرونده اتمی ایران. مشکل بعدی درباره این خواست بخشی از جامعه است برای آزادی های مدنی بیشتر داشتن و آزادی های سیاسی داشتن، ولی فکر کنم اینها با هم در ارتباط هستند، یعنی توی پکیج واحد وجود حضور دارن و هستن. این پکیج رو کامل باید با هم دید، ولی بزرگتر مشکل قطعا بحث اقتصاده که بی ارتباط به مسائل اجتماعی و سیاسی هم نیست. 4 سال پیش اتفاقی افتاد، یک امید بزرگ توی همه شکل گرفت، همه انتظار داشتن یک تغییر اتفاق بیفته و به خاطر همین یه جنبش بزرگ راه افتاد، جنبشی که تشکیل شده از خرده جنبش ها و به طور مشخص پایش روی مردم بود، مردمی که خودشون برنامه ریزی میکردن برای کارشون. ولی الان تو این 4 سال مردم هزینه دادن، خیلی ها کشته شدن تو ایران، خیلی ها زندان رفتن، هنوز تو زندانن، هنوز مردم دستگیر میشن و فضا امنیتیه به نوعی، و خب این جنبش رو ضعیف کرده و جامعه مدنی ایران رو ضعیف کرده. ضمن اینکه شرایط اقتصادی هم بر جامعه مدنی تاثیر گذاره، تحریم ها به طور مشخص طبقه متوسط رو تحت تاثیر قرار داده و اونا ضربه خوردن از این قضیه، و طبقه متوسط میتونم بگم موتور اصلی جامعه مدنی ایرانه. احمدی نژاد واقعا کارنامه بسیار بدی داشته. از نظر اقتصادی ایران نسبت به 8 سال پیش از اون که احمدی نژاد بود واقعا پسرفت کرده، دوچار مشکل شده. از نظر فرهنگی ما مشکل داریم. از نظر سیاسی فضا بسیار بسته تر شده و جامعه مدنی لطمه خورده. NGO ها مثل 8 سال پیش خیلیشون دیگه فعال نیستن و خیلی ارزش های اجتماعی از دست رفته. فکر کنم ضربه‌ای که احمدی نژاد زد به جامعه ایران و حتی خود جمهوری اسلامی، حتی دشمنای جمهوری اسلامی هم نمیتونستن این ضربه رو بهش بزنن. وقتی که من از ایران اومدم بیرون، اولین مطلبی رو که تو وبلاگم نوشتم بعد از یه تاخیر شاید 20 روزه بود. 20 روز بعد از اون اتفاقا و مردمی که کشته شده بودن و تو خیابون اومده بودن و سرکوب شده بودن. خیلی کوتاه بود، نوشتم که امید تنها سلاح ماست. و این امید میتونه کمکت کنه، میتونه، البته امید تنها نیست، یعنی باید برای این امید تلاش کنی، ولی فکر میکنم هنوز تو ایران خیلی هستن امید دارن و فکر میکنم یه بخش بزرگی از جامعه هم امیدشو از دست داده. شاید یه کاری که ما بتونیم بکنیم اینه که به همدیگه امید بدیم که میشه شرط تغییر داد.